به تقاعد سوق دادن امرالله صالح عطا محمد نور یونس قانونی بسم الله محمدی بصیر سالنگی امان الله گذر احمد ولی مسعود و احمد ضیا مسعود از سوی احمد مسعود. زخمی شدن یک خبرنگار سلام وطندار در تیراندازی فرد مسلح در کابل. اخطار عطا محمد نور و صلاح الدین ربانی و طالبان. اعلام اعضای باقی مانده کابینه سرپرست و لغو مراسم تحلیف. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ کابینه سرپرست، میگوید که مراسم تحلیف کابینه لغو شده است. مجاهد در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که رهبری کابینه تصمیم گرفته است که مسئولان وزارتخانه ها به منظور ارائه خدمات فعالیت هایشان را فوراً آغاز کنند و از این رو مراسم تحلیف لغو شده است. مجاهد همچنان گفت که امیدواری های وجود دارد که جامعه جهانی کابینه جدید را به رسمیت بشناسد، اما جزئیات بیشتر نداد. در پاسخ به سوال در رابطه با کار و آموزش زنان، مجاهد گفت که کارها از بهر بازگشایی مکتب‌های دختران جریان دارد و افزود آنان تلاش دارند تا به خواست‌های زنان و دختران در رابطه با حق کار و آموزش رسیدگی کنند. در رابطه با مشکلات اقتصادی، مجاهد گفت ما از تمام راه‌های دیپلماتیک برای آزادسازی ذخایر ارزی انجماد شده استفاده می‌کنیم. از سوی دیگر با افزایش نگرانی ها از وضعیت رسانه ها در کشور، مجاهد گفت رسانه ها یک بخش مهم جامعه افغانستان است و آنان به مشکلات رسانه ها رسیدگی می کنند. وی افزود در ولایت چالش های وجود داشته است که کار بالای آنها جریان دارد تا این مشکلات حل شود. در رابطه با آغاز پروازهای تجارتی بین المللی، مجاهد گفت رادار مرکزی میدان هوایی کابل صدمه دیده است و پس از ترمیم آن پروازهای تجارتی بین المللی نیز آغاز خواهد شد. لست اعضای جدید کابینه سرپرست: حاجی نورالدین سرپرست وزارت تجارت، حاجی محمد بشیر معین وزارت تجارت، حاجی محمد عظیم سلطانزاده معین وزارت تجارت، قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه، عبدالباری عمر معین وزارت صحت عامه، محمد حسن غیاسی معین وزارت صحت عامه، ملا محمد ابراهیم معین امنیتی وزارت امور داخله، ملا قیوم زاکر معین وزارت دفاع، نظر محمد مطمئن سرپرست کمیته ملی المپیک، مجیب الرحمن عمر معین وزارت انرژی و برق، غلام غوث معین وزارت مبارزه با حوادث، محمد فقید سرپرست ریاست احصای مرکزی، آجی گل محمد معین وزارت سرحدات، گلزرین کوچی معین وزارت سرحدات، ارسلان خروتی معین وزارت مهاجرین، لطف‌الله خیرخواه معین مسلکی وزارت تحصیلات عالی، نجیب‌الله رئیس اداره انرژی اتمی. ربانی: مردم در برابر سرنوشت خود سکوت نخواهند کرد. صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت سالروز ترور پدرش برهان الدین ربانی رئیس پیشین جمعیت اسلامی میگوید مردم اکنون در برابر سرنوشت خیش سکوت نخواهند کرد. با گزارش اسپاتنیک، صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی میگوید مردمی که بدون هیچ گونه تجربه مبارزه مسلحانه در برابر ارتش پرقدرت اتحاد جماهیر شوروی ایستادند، اکنون با این همه تجربه مبارزه مسلحانه، آگاهی و بیداری در برابر سرنوشت خیش سکوت نخواهند کرد. او این اظهارات را روز دوشنبه 29 سنبله در پیامی به مناسبت سالروز ترور پدرش برهان الدین ربانی مطرح کرده است. ربانی گفته است که هدف اصلی پدرش پاسداری از باورها و ارزش‌های دینی جامعه، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، برپایی نظام مبتنی بر اراده و انتخاب مردم، تحقق عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اساسی و شهروندی مردم افغانستان بود. واکنش نور به تغییر نام دانشگاه ربانی: روز برمیگردیم و تصفیه حساب خواهیم کرد.
عطا محمد نور رئیس یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی میگوید که روزی به افغانستان برمیگردد و با طالبان محاسبه خواهد کرد. به گزارش اسپوتنیک، عطا محمد نور از سران شناخته شده مجاهدین افغانستان در واکنش به برداشتن نام استاد برهان الدین ربانی از تابلوی دانشگاه تعلیم و تربیه کابل از سوی طالبان انتقاد کرد و این کار آنان را بیگانه پروری، قوم ستیزی و خباثت خواند و گفت دوباره برمیگردیم و نمادهای هویتی خیش را احیا میکنیم. آقای نور که گفته می شود اکنون در کشور امارات به سر می برد افزوده است طالبان این عناصر بیگانه در سال روز شهادت برهان الدین ربانی اسم مبارک او را از تابلو دانشگاه تعلیم و تربیه حذف کردند. آنان شاید تصور کرده باشند که با این اقدام می توان نام بزرگ رهبر شهید را حذف کرد، اما این امر محال است و خیال است و جنون. در این حال اطلاعات روز گزارش می دهد یک خبرنگار سلام وطندار در تیراندازی فرد مسلح در کابل زخمی شد. محمد علی احمدی خبرنگار و ویراستار رادیو سلام وطندار در یک سوی قصد در شهر کابل زخمی شده است. شاهحسین رسولی سردبیر سلام وطندار امروز سه‌شنبه 30 سنباله به روزنامه اطلاعات روز گفت که آقای احمد پس از چند روز از بخش مراقبت های ویژه شفاخانه بیرون شده است. با گفته او محمد علی احمدی هنوز در شفاخانه تحت مراقبت دکتران قرار دارد. آقای احمدی 3 روز پیش شنبه 27 سنباله در مسیر رفتن به خانهش در غرب شهر کابل زخمی شده است. سردبیر سلام وطندار توضیح داد محمد علی احمدی پس از آن در داخل موترش هدف تیراندازی قرار گرفت که مرد مهاجم در مورد شغل و اینکه کارمند این رادیو بوده آگاهی یافته است. و در پایان بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوکش نگاشته است شوکت بیگ آگاه نظامی هیچ جریان سیاسی و نظامی در موجودیت امرالله صالح عطا محمد نور یونس قانونی بسم الله محمدی بصیر سالنگی امان الله گذر احمد ولی مسعود و احمد ضیا مسعود به نتیجه نمیرسد. احمد مسعود در گمان خواست این چهره ها را به تقاعد سوق دهد. دیدگاه شما چیست؟ تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.